کوری. آروم باش عزیز دلم. بیا بریم تو خونه. بیا. اینو بخور. آخه این چه حالیه که واسه خودت ساختی؟ لطفاً یه ذره. نمیخوام. تو وقتی که نفهمم جمال کجاست حالم خوب نمیشه اصلا. عزیزم گریه نکن. با این کارات خودتو نابود میکنی. باشه. تو بهم بگو چی کار کنم. بگو چی کار کنم دیگه. والا من خودم هم نمیدونم. آخه اونطوری که اون نگرانت بود و همش به من زنگ میزد و حالتو ازم میپرسید، چی شد که یهو گوشیشو خاموش کرده؟ بعدم یه جوری رفته که هیچ ردی از خودش باقی نذاشته. هوری، میگم نکنه یه وقت بابات جمالو. نیوشا، من بابامو خوب میشناسم. ممکنه اذیت کنه، واسه اینکه بترسونه یه کارایی باهاش بکنه، ولی نابودش نمیکنه اصلا. بعدشم با اون پیامی که داده بود کاملا مشخص بود که خودش رفته. بهم نشون بده. این پیاما رو که میبینم احساس میکنم که خودش گذاشته رفته. وای هوری، نکنه یه وقت جمال حس کرده که تو دیگه نمیخوایش و واسه همین اونم تصمیمش رو عوض کرده باشه. بعدش هم بهونش این باشه که گوشیت خاموش بوده. نه. یادت نره هوری که اون تا همون لحظه آخر دو دل بود. اصلا آماده نبود که بخواد به این سرعت مسئولیت یه ازدواج یه خانواده رو قبول کنه. تو مجبورش کردی. تو اصرار کردی. من که فکر میکنم از این فرصت استفاده و فرار کرده.